احترام و به نیکی یاد کردن گذشتگان رسمی از دیرینه که نه تنها در جوامع مسلمین معمول بوده است، بلکه این ویژگی در برگیرنده سایر ادیان نیست می شود. مگر باید یادآور شد که شیوه ها از هم تفاوت دارد. از آنجایی که دین مبین اسلام قدسیت خاص خود را دارد، از این رو احترام نسبت به زنده و رحلت کرده ها در بین پروانش جای خاص خود را دارد. فراموش نکردن گذشتگان و ذکر خیرشان در حقیقت ناشی از باورمندی بر جهان ابدیت و بس بعد الموت می تواند باشد. به باور اهل دیانت، دنیا در گذر و مرزه‌ای است، جهت کشت آخرت و حیات جاودانی. از سوی دیگر دعای مؤمن را خداوند جل جلاله در حق مسلمانی که جهان فانی را ودا گفته اجابت می نماید. بدین معنا که آنچه از زنده ها برای رفتگان مفید و مؤثر واقع می شود، همین دعای خیر است و بس. ناگفتن نباید گذاشت که رفتن به مزار دوستان خداوند جل جلاله علاوه بر این که بود اعتقادی دارد، پهلوی روانی نیز داره است و به زیارت رونده یک نوع قوت باطنی، تسکین خاطر و امیدواری می دهد. گویا شخص با رفتن به زیارت ها خیشتن را با عالم الملکوت در پیوند می پندارد. یعنی بدین ترتیب دست دعا و نیایش فراسوی خالق عالمیان بلند نموده، خواهان مغفرت و لطف بیشتر و متفوی شده. در ضمن خواست خود را نیز از آن طریق جانب عالم بالا یا عالم لاهوت با کمال فروتنی گسیل می دارد تا باشد به طفل روی آن برگزیده الهی قرب حضور یابد. در این برنامه خواستیم یکی از مکانهای مقدس را که در بین مردم در این شهر از محبوبیت خاصی برخوردار است برای شما به معرفی بگیریم. در این منطقه زیارت تاریخی به چشم می‌خورد که به نام ملا بزرگ معروف شده است. این زیارت در گذر واصلابات 40 ستون واقع شده و همچنان این نواحی را به نام ملا بزرگ هم مسما کردند. این بقعه جناب مولانا شیخ الاسلام عارف الاسرار حقیقت میرزا محمد جاذبی که به ملا بزرگ معروف است می باشد که قرار روایات تاریخ این بزرگوار عالم شریعت و همچنان کامل 4 طریقت مذهبی بودند. مولانا شیخ میرزا محمد جاذبی در طول زمانه های مختلف حیات خود منبع فیض و برکات مرجع اخلاص و احترام کافه مسلمین در این دیار بوده و تا هنوز هم مزار مبارکشان مورد احترام و عزت اهالی شهر کابل می باشد. این
این بزرگ مرد سالیان زیادی را در شهر کابل سپری کرده و همچنان علمای بسیار زیادی را در راه دین اسلام تربیت نموده و مردم را به طریقه نقشبندی که یک طریقه خاص است دعوت می کردند و اکثر ایشان را از اقلیم بخارا و سمرقند به اطراف و اکناف عالم به قصد تربیت خلق الله فرستاده که هر یک در مقام ارشد رسیدند. قرار روایات این بزرگوار بعد از سالهای طولانی در سنه 1270 هجری قمری دنیای فانی را ودا گفته و در این مکان مقدس مدفون می باشد. گفته شده است که بیش از 160 سال از وفات این بزرگوار می گذرد و مزار مبارکشان در این محل مورد احترام اهالی منطقه قرار گرفته است. باید گفت که بنای اولی این زیارت به قسم خامه و از خشت بوده و در زمان سلطنت تیمورشاه دورانی اعمار شده است و همچنان سالهای زیادی را به قسم خامه باقی مانده بود که بعداً تعمیر زیارت به کمک اهالی این منطقه دوباره با تغییر ساختمانی به شکل کنونی پخته و اساسی اعمار شده است. تاریخی این زیارت به سالهای دیرینه برمیگردد. جزء آبدات تاریخی شهر کابل محسوب شده است. مزار مبارک این بزرگوار از سطح زمین نسبتاً بلند بوده و در قسمت بلندی یک تپه واقع شده است. و راه ورودی آن را با راهپله‌های سنگی که میتوان از آن داخل زیارت شد وصل کردند. مقبره این بزرگوار با شال زرین آراسته شده و بالای آن در لوح سنگ شجرنامه آن حک شده است. تعمیر مزار این بزرگوار با یک گنبد بزرگ پوشیده شده و از نمای خوبی برخوردار است. موادی که در عمار این زیارت به کار رفته است عبارت است سنگ، خشت پخته، چونه، سمنت، گچ، چوب و غیره بوده و نماینگر هنر عصر خویش می باشد. در مرور زمان از نگاهی ساختمان در این آستان مقدس تغییرات زیادی آمده است. باید گفت که در زمان حکومت‌های وقت، صحن داخلی و بیرونی زیارت بسیار کوچک بود که در سالهای اخیر با توجه مردمان با دیانت گذر واصل آباد، صحن داخلی و بیرونی وسعت یافته و به شکل کنونی در آمده است. این زیارت مبارک دارای یک محوطه نسبتاً بزرگ بوده که در بین آن قبورهای زیادی از شخصیت‌های بزرگ اسلام به چشم می‌خورد که در اینجا مدفونند.